حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه. کسی که دروغگویی، خیانتکاری و فریبکاری را ترک نمی کند، الله سبحانه و تعالی نیاز ندارد که او خوردن و نوشیدن را ترک بکند. ببینید، در رمضان یکی از درس‌های بزرگی که برای ما وجود دارد این است که انسان مسلمان باید خودش را کنترل بکند، خیشتندار باشد. یعنی تنهایی نیست که ورز پوزش تنهایی نیست که انسان از خوردن و نوشیدن توقف نماید، بلکه زبان انسان، گوش انسان، چشم انسان، دست انسان، پای انسان، فکر انسان، همه وجود انسان باید روزه دار باشد. یعنی انسان در این یک ماه باید این رو یاد بگیرد که چطور خودش رو کنترل بکند، چطور انسان خیشتندار باشد، چطور در مقابل شهوت‌ها، در مقابل عصبانیت، در مقابل مفاسد، در مقابل چالش هایی که در زندگی با آن روبرو می شود، انسانی باشد که بتواند خودش را کنترل بکند. ببینید، مثلا اینجا شما در خانه نشستید، ماه رمضان است، بلند میشید میرید مثلا برای یک کاری، میبینید که بعد از در میبینید که تا آشپزخانه مثلا آب هست، میوه هست، غذا هست، اما خودتو کنترل میکنی، نمیری طرفش. این یعنی چی؟ این یک تمرین است. همونطوری که یک سربازی، یک عسکری برای تمرینات نظامی، برای تمرین نظامی، برای آموزش نظامی چیکار میکنن؟ در اونجا یک سری اعمال شاقی رو که شاید در طول جنگ یک سرباز با آن روبرو بشه، از کوها بالا رفتن، در مناطق صعب العبور چگونه دویدن، در شرایط حساس و خطرناک چطور زندگی کردن رو یک سرباز میآموزن. رمضان هم داره به ما اینو میآموزه که تو باید خودتو کنترل بکنی. درسته گرسنه ای، اما نباید غذا بخوری. تشنه ای، نباید آب بنوشی. یعنی به ما یاد میده چطور خیشتندار باشیم، چطور خودمون رو کنترل بکنیم، چطور جلوی خودمون رو بگیریم. اما همین انسان در خوردن و نوشیدن جلوی خودش رو میگیره، اما جلوی زبانش رو نمیگیره. به مردم فحش میده، ناسزا. شما دیگه همین بعد از نماز عصر تا مغرب شما در کوچه و بازار بگردید، در هر محله، در هر کوچه، در هر بازاری حتما یک جنگ و دعوایی رو خواهید دید. حالا خدا کنه که به حد زدن نرسه، یعنی اعصاب خرابی رو میبینید. چرا؟ آقا روزه است. یا اینکه فروشنده است، مشتری میاد، این جنس کجاییه؟ میگه والله بالله این ژاپنیه. خب بابا جان این چینیه، تو چطور میتونی به اسم ژاپنی میخوای بفروشی؟ فریبکاری؟ دروغ میگه. خیلی راحت در طول ماه رمضان، غیر رمضان، حالا ما میخواییم رمضان رو ذکر بکنیم، دروغ میگه، فریبکاری میکنه در تجارتش، در کارش، در زندگیش فریبکاری میکنه، دروغ میگه. بعد از اونم مغرب میاد، سر سفره همینطوری میشینه، منتظر است کی بنوشه، کی اذان بده که این بخوره و بنوشه. خدا میگه، بهش صدا میکنه خداوند، بهش میگه که ببین، من به این تشنگی و گرسنگی تو نیاز ندارم. چرا نمیفهمی؟ من نیاز ندارم که تو گرسنگی و تشنگی بکشی. هدف از روزه تنهایی نیست، هدف این است که همه جوارح تو باید روزه باشد. هدف این است که تو در ماه رمضان باید تمرین بکنی که عصبانی نشی. هر کسی که نمیتونه خودش رو کنترل بکنه زود عصبانی میشه. بید همین رمضان مدرسه است، تمرین بکنید. ببینید اصلا چرا سربازی میرن خیلی آدم میشن، از سربازی اومدن خیلی تغییرات درشون ایجاد میشه. چون وقتی که سربازی رفتی، یک افسر شاید قیافش از تو بدتر، شاید که فقیرتر، شاید که از یک خانواده‌ای که تو اصلا به اونا اهمیت ندی،
اما چون یک درجه داره، یک رتبه رون دوشش هست، به تو میگه بشین، بشینی، پاشو، بدو، وایستا، خفشو. چطور عینی با شما چطور رفتار میکنه اون افسر؟ نمیتونید در مقابلش تو صدای بلند نفس بکشید. یک افسری است، یک انسانی است، مثل شماست. هر چی میگه انجام میدید، هر طوری میگه عمل میکنید. هیچ نافرمانی، کوچکترین نافرمانیشو کردی میندازدت اونجا توی اتاقی زندان، یا میگه که باید حالا در بهترین حالتش باید مثلا ظرفا یا لباسها رو بشوره یا که جارو بزنه، یک حتما یک جزایی بهش میدن. چرا؟ چون که میخوان این نظم در این اداره نظامی وجود داشته باشه. یکی فرمانده است، یکی سرباز است، یکی وزیر است، یکی سرگروه است، یکی سرجوه است، حالا اصطلاحاتی که وجود داره. چرا میخواهند که این نظم وجود داشته باشه؟ چون در وقت جنگ، در وقت دفاع از کشور یا در حالت نرمال باید یک نظمی باشه، باید یک سری مسائل شخصی رو به خاطر حفظ وطن، به خاطر حفظ حدود، به خاطر حفظ ارزش‌های یک جامعه، باید یک سری انسان‌هایی که به عنوان سرباز یا پلیس هستن باید این مسائل رو چیکار بکنن؟ زیر پا بگذارن به خاطر اهداف اولیا. طرف دوست داره که موشو هر طوری که خوشش میاد مثلا استایل براش درست بکنه، اما میره سربازی موشو میتراشن. بله اینو میتراشن. تو نمیتونی بگی نه من میخوام با همین کاکولان باشم تو سربازی. ببینید روزم همین یک ماه شما رو میخواد بسازه. در همین یک ماه خودتو کنترل کن. موقعی که عصبانی شدی، کسی بهت فوش داد، کسی بهت توهین کرد، حلش رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن، بگو اللهم اینی صائم، اللهم اینی صائم. خدای یعنی داری به خودت تلقین میکنی من که روزم، در حالت روزه نباید که من جوابشو بدم، نباید بهش فوش بدم، نباید توهین بکنم، نباید اهانت بکنم، نباید. یعنی تلقین است، داری خودتو تلقین میکنی اللهم اینی صائم، خلاص من روزه دارم، خدای من رو ببخش، من روزه دارم، من جواب اینو نمیدم. همینطوری از کنارش رد شو. اگر یک بار موفق شدی این کار رو انجام بدی، تمام، این طلسم شکسته میشه دیگه، تو اون آدم سابق نیستی.